در شبکه جهانی اندیشه خوش آمدید. اگر که خاطرتون باشه بحثی رو از هفته پیش شروع کردم در ارتباط با اینکه استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهور بریتانیایی اعلام کرده بود که همیشه این احتمال وجود داره، هرچند بسیار اندک، که به علت ناپایداری که در ذرات هیگز به وجود میاد خلأ کوانتومی دچار یک واپاشی بشه و به این ترتیب در واقع دنیا به انتهای خودش برسه. برای اینکه بتونم راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنم سعی کردم یک مروری رو بر روی ذرات بنیادین طبیعت انجام بدم. بنابر تعریف ذرات بنیادین ذراتی هستند که قابل تقسیم شدن نیستن، کوچکترین ذرات هستند، خشت‌های بنیادین طبیعت هستند که همه موجودات، همه اشیاء، همه در واقع 4% کل ماده جهان رو تشکیل میدن. بله، یعنی ستاره ها، کهکشان ها، سیارات و هر آنچه که در آنها هست که در کل 4% جرم جهان رو تشکیل میدن، جرم مادی جهان رو تشکیل میدن، از ذرات بنیادینی درست شدن که در این جدول که الان با از مدیر فنی برنامه بهروز خواهش میکنم که به شما نشون بدن جدولی رو که هفته پیش راجع به صحبت کردیم، جدول ذرات بنیادین طبیعت، که به این مرحله رسیدیم که ما 6 ذره کوارک داریم. کوارک ذراتی هستند که میتونن یا ستایی در کنار همدیگه قرار بگیرن یا دوتایی قرار بگیرن. اگر که ستایی قرار بگیرن به اینها ما میگیم که به اصطلاح به اینها میگیم هادرون ها، یعنی ذرات مرکب، ذرات بسیط، و گفتیم که 3 نسل از اینها وجود داره. اولین کوارک هایی که پیدا شدن، شما از سمت چپ به راست میرین، جرم این ذرات هم بیشتر میشه، یعنی انرژی های بیشتر اینها احتیاج دارن. کوارک بالا یا آپ و کوارک پایین یعنی داون، و بعد همینطور ما احتیاج به ذراتی داریم مثل نوترینی ها که گفتن در هر ثانیه تریلیون ها نوترینا از بدن ما گذر میکنه بدون اینکه بر ما اثری بگذاره، برای اینکه این ذرات مثل شبح میمونن، هیچ برهم کنشی، هیچ فعل و انفعالی با ماده انجام نمیدن. و بعد الکترون ها رو داریم. خود پروتون ها و نوترون ها درون هسته اتم از همین کوارک بالا و پایین ساخته شده، و بعد نوترینویی که وابسته به الکترون هست، و الکترون اینها در واقع مجموعه اتم ها و انرژی موجود رو تشکیل میده. البته بعدها ما فهمیدیم که نسل دوم و سومی هم برای کوارک ها وجود داره. اون به اصطلاح مربع میانی نشان دهنده کوارک چارم یا دلربا هست، و اس استرنج به معنای شگفت، و بعد نوترینویی که وابسته به ذره بنیادین دیگه‌ای هست که به اینها لپتون میگیم، ذرات بسیار سبک، الکترون، میان و تاون، اینها ذرات بسیار سبکی هستند که تقریبا ذرات نقطه‌ای مانندن، یعنی عملا میشه اونها رو مثل یک نقطه فرض کرد، یعنی اندازه‌ای رو نمیشه بهشون نسبت داد. و بعد نوترینویی که وابسته به اون ذره هست، نوترینوی میان و نوترینوی تاون، و بالاخره نسل سوم 2 کوارک دیگه ای داریم به نام کوارک تاپ، سر، و باتم یعنی ته. این 6 کوارک در واقع به اضافه اون ذرات لپتونی که وابسته به اونها هستن و نوترینو ها، در واقع مجموعه خشت های بنیادین طبیعت ما رو که ما بهش میگیم ماده تشکیل میدن. کوارک ها بار الکتریکی
کسری دارن، یعنی چون ما به طور سنتی اول الکترون ها و پروتون ها رو شناختیم و به اونها بار مثبت یک و منفی یک رو بر اساس یک قرارداد تاریخی دادیم، و وقتی که متوجه شدیم خود پروتون که دارای بار الکتریکی مثبت هست از سه کوارک تشکیل شده، مجبور شدیم که در واقع حالا به کوارک ها بار الکتریکی کسری بدیم. مثلا یک پروتون که از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین تشکیل شده، اصطلاحاً اودو یعنی up down up تشکیل شده، از کوارک بالا بار الکتریکی مثبت 2/3 داره و کوارک پایین یا down بار الکتریکی منهای 1/3 داره، که شما میتونید ببینید مجموع دو کوارک بالا و یک کوارک پایین به شما در مجموع 4/3 منهای 1/3 رو میده، که میشه به علاوه 3/3 یا به علاوه 1 که در واقع میشود بار الکتریکی پروتون که مثبت 1ه، و نوترون فرضاً که یک ذره دیگری است که در درون هسته است و بار الکتریکی خنسا داره، از دو کوارک پایین داون و یک کوارک بالا تشکیل شده، بنابراین منهای یک سوم به علاوه 2/3 میبینید که مجموع اون میشه منهای 2/3 به اضافه 2/3 یا 0. بنابراین میبینید که به این ترتیب با بازی با اعداد و ارقام شما بار الکتریکی صحیح رو برای ذراتی که قبلا شناخته شده بودید میگیرید. البته بازم تکرار میکنم، شما وقتی که در این جدول از سمت چپ به سمت راست حرکت میکنید به انرژی های بالاتری احتیاج دارید تا بتونید کوارک مورد نظر رو پیدا کنید. آخرین کوارکی که پیدا شد برای اینکه پر انرژی ترین یا پر جرم ترین کوارک پیش بینی شده در مدل فیزیک ذرات بنیادین بود، کوارک سر یا کوارک تاپ بود که در مورد انرژی های صحبت کردم. خب اما به نظر میاد که ما فقط از ذرات تشکیل نشدیم. در واقع همونطور که هفته پیشم صحبت کردم، فیزیکدان بسیار برجسته انگلیسی پال دیراک در فرمول بندی نسبیتی فیزیک کوانتومی متوجه شد که در واقع ما میتونیم برای هر ذره یک ضد ذره هم داشته باشیم، یعنی برای ذرات اگر انرژی مثبت در نظر بگیریم، برای ضد ذرات میتونیم انرژی منفی در نظر بگیریم. حالت‌های کوانتومی ذرات معمولی که ماها رو تشکیل داده با ضد ذرات کاملا یکسان هست، تنها تفاوتی که وجود داره در حالت‌های کوانتومیشون بار الکتریکیشون هست. بنابراین به این ترتیب ما اگر 6 کوارک داشتیم که خشت‌های بنیادین طبیعت رو به اضافه لپتون‌ها تشکیل میدن، ما میتونیم ضد کوارک هم داشته باشیم. بنابراین کوارک بالا فرض کنید که اینجا با در این مربع زرد رنگ بالایی با حرف لاتین یو مشخص شده، ضد کوارک با حرف یو و یک خط تیره بالاش که اصطلاحاً یو بار میگن مشخص شده که بار الکتریکی منهای 2/3 داره، و این بسیار بسیار جالب توجهه. بنابراین شما میبینید که انگار که ما یک آینه از ذرات داریم و هر ذره بنیادین رو ما باید بگیم که دو برابرش کنیم، چون برای هر ذره بنیادین یک ضد ذره بنیادین وجود داره، یک پاد ذره وجود داره. بنابراین ما کوارک داریم و پاد کوارک داریم یا ضد کوارک داریم. به این ترتیب برای کوارک بالا یک ضد کوارک یا پاد کوارک بالا داریم، و نهایتاً فرض کنید که برای یک کوارک سر یه کوارک پاد سر داریم، و تا به آخر. و دقت میکنید که اگر فرض کنید کوارک سر بار الکتریکیش به اضافه 2/3 بود، بار الکتریکی ضد کوارک سر منهای 2/3 هست، ولی دقیقا همون جرم رو دارا هست. خب سوال بعدی این هست که همونطور که کوارک ها میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن، سه کوارک، یعنی کوارک دو تا کوارک بالا و یک کوارک پایین میتونستن پروتون رو تشکیل بدن و یک
کوارک بالا و سه کوارک پایین میتونستن نوترون رو تشکیل بدن. آیا این امکان وجود داره که ما بتونیم دو ضد کوارک بالا و یک ضد کوارک پایین رو کنار همدیگه قرار بدیم و در نتیجه ما یک ضد پروتون، یک پاد پروتون درست کنیم؟ پاسخ طبیعت این هست که چنین اتفاقی میتونه بیفته و در واقع خلأ کوانتومی به ما این امکان رو میده که در کسر بسیار ناچیزی از ثانیه از هیچ چیز بیافرینیم و دو مرتبه به هیچ چیزی بریم. تفاوت در واقع خلأ کوانتومی و خلأ کلاسیک در همین هست. اگر خلأ کلاسیک رو ما صفر مطلق در نظر بگیریم که هیچه هیچه، در واقع خلأ کوانتومی بنا به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به واقع قلیانی از ذرات و ضد ذرات هستند، یا اصطلاحاً ذرات مجازی هستند. بنابراین در کسر کوچکی از ثانیه یک ذره و یک ضد ذره به وجود میاد و چون اینها بار الکتریکی مخالف همدیگر رو دارن در مجموع صفر میدن، درست مثل اینی که شما یک و منهای یک رو در یک جایی داشته باشید. خب جمع جبری یک و منهای یک صفره، گرچه میدونیم که در اون مجموعه‌ای که صفر هست شما یک و منهای یک، دو و منهای دو دارید. در این مورد فکر کردم که شاید با همدیگه لازم باشه یک پویانمایی یا یک انیمیشن کوتاهی رو که در واقع ما اسمش رو میذاریم دمی با فیزیک، Minutes with Physics، نگاه بکنیم با هم. این آخرین کار گروه Minutes with Physics هست که در ارتباط خیلی جالب هست با این بحثی که ما از هفته پیش شروع کردیم. این پویانمایی انجام شده. از بهروز عزیز در اتاق فرمان خواهش میکنم که این پویانمایی کوچک دمی با فیزیک رو برای شما پخش کنن و صدای من همینطور روی این انیمیشن خواهد بود که به طور خلاصه ترجمه ای رو از این دمی با فیزیک رو برای شما انجام بدم. Pretty much everything in the universe is made. همونطور که گفتیم در واقع همه چیز اطراف ما از ماده ساخته شده، از خود ما گرفته تا ستارگان و کهکشان ها و همون چیزی که دیدیم، یعنی از خانواده کوارک ها، از خانواده لپتون ها و از خانواده نوترینو ها. همه اینها در واقع برآمده از خلأ هستند که حالا در مورد خلأ هم صحبت می‌کنیم و به نظر میاد خلأ این اجازه رو میده که برای هر کدوم از این ذرات بنیادین ما ذرات ضد ذرات بنیادین رو هم داشته باشیم که در همه چیز یکسانن به غیر از بار الکتریکیشون. حالا اتفاقی که میفته وقتی که یک ذره و یک ضد ذره به همدیگه برخورد میکنن، اینها همدیگه رو نابود میکنن. مثالی که در اینجا داده میشه این هست که عدد طبیعی دو و منهای دو وقتی که در کنار همدیگه قرار میگیرن مجموعشون صفر میشه. بنابراین ما برای ذرات بنیادین ضد ذرات بنیادین رو هم داریم. حالا اگر پروتون از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین تشکیل شده، هیدروژن میدونیم از از پروتون و الکترون تشکیل شده، آب از دو هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده، شما میتونید ضد ذرات این رو هم در نظر بگیرید، کنار هم دیگه قرار بدید و ایده این هست که ما بتونیم یک ضد هیدروژن درست کنیم و یک ضد اکسیژن و نهایتاً بتونیم یک ضد ماده درست کنیم که مثلا ضد آب باشه. بنابراین اگر که یک الکترون برخورد بکنه به هر ضد الکترون، برخورد بکنه به هر چیزی که از ماده معمولی ساخته شده، باعث به وجود آمدن یک انفجار و یک انرژی میشه. تا به حال ما نتونستیم ضد ماده رو به طور طبیعی پیدا بکنیم، گرچه ضد ذرات وجود دارن، ولی ضد ماده تا به حال در حدود 16 دقیقه شده چند اتم هیدروژن که از ضد پروتون و ضد الکترون درست شده که بهش میگیم پوزیترون به وجود بیاد. در جنگ سرد در واقع هر دو کشور آمریکا و روسیه به دنبال این بودن که بتونن بمب‌های ضد ماده درست کنن به علت انرژی فوق‌العاده زیادی که میتونه درست بکنه. عملاً این کار در شتاب دهنده ها انجام میشه، نه بمبش بلکه ساخت ضد ذرات. بنابراین شما صفر رو وقتی که بشکنید میتونید به منهای یک و منها به علاوه یک، منهای دو به اضافه دو تبدیلش بکنید و این کاریست که در شتاب دهنده های
ذرات در روی زمین انجام میشه. همونطور که گفتم پال دیراک اولین کسی بود که پیش بینی این ذرات رو به طور ریاضی کرد و بالاخره اندرسون فیزیکدان آمریکایی تونست اولین ضد ذره ضد الکترون که ما به طور تاریخی به اون میگیم پوزیترون رو در جو زمین پیدا بکنه. سوال اساسی این هست که ما میدونیم که از ماده ساخته شدیم و چرا ضد ماده کنارمون نیست؟ البته باید خوشحالم باشیم که چرا ضد ماده کنارمون نیست، برای اینکه اگر بود دائما باید انفجارهایی رو میدیدیم که الان نمیبینیم. به نظر میاد که طبیعت در زمانی این عمل رو انجام داده که یک نوع برتری رو به ماده نسبت به ضد ماده داده، شکست تقارن، تقارنی که بین ماده و ضد ماده بود، یعنی در ضد ذرات بوده. در آغای عالم ما یا حداقل این عالم تعداد برابر ذره و ضد ذره داشتیم، اما می‌بینیم که بعداً این ذراتن که کنار همدیگه قرار می‌گیرن و مثلا پروتون‌ها و نوترون‌ها رو می‌سازن و نهایتاً این ذرات کنار همدیگه قرار می‌گیرن، اتم هیدروژن و اتم‌های سنگین‌تر رو می‌سازن، عناصری که ما امروزه در طبیعت می‌شناسیم. چطور هست که با اینکه ما داریم می‌بینیم در طبیعت که ضد ذرات وجود دارن، نه به اندازه ذرات، اما ضد ماده وجود نداره، یعنی ما هنوز نتونستیم یک اتم ساده‌ای مثل هیدروژن رو پیدا بکنیم که از یک هسته ضد پروتون و یک ضد الکترون درست شده باشه؟ دلیل چیه؟ ما هنوز دلیل خیلی قانع کننده‌ای نداریم. یکی از مکانیزم‌هایی که در این مورد به کار میره مکانیزمی هست که اولین بار توسط ساخاروف مطرح شد و اون هم به این ترتیب بود که در واقع در اون شکست تقارنی که اتفاق میفته طبیعت اختلافی رو قائل میشه بین ذره و ضد ذرات، که چون بسیار فنی هست من از این مقوله در میگذرم. خب اسلایدها رو اگر که دو مرتبه با هم دیگه ادامه بدیم، شکلی رو که سمت چپ میبینید در واقع اگر که برگردیم به اسلایدها، بله، شکلی رو که در سمت چپ تلویزیون میبینید نشون میده که خب البته در یک میدان مغناطیسی وقتی که ذرات پر انرژی کیهانی میان چجوری اینها میتونن با انرژی خودشون یک ذره و ضد ذره‌ای رو به وجود بیارن. اگر شما دقت بکنید میبینید که پیچش بعضی از ذرات به سمت راسته و بعضی ها به سمت چپه. اون تفاوتی است که در واقع شما بین ذرات و ضد ذرات میبینید. بنابراین این یک راهی است که ما میتونیم ببینیم در طبیعت تعداد ذرات بسیار بیشتر از اون چیزی بوده که قبلا تصور میکردیم. یک خاصیت کوانتومی دیگه ای که این ذرات بنیادین، خشتهای بنیادین طبیعت، کوارک‌ها دارن این هست که یک اصطلاحا خاصیت کوانتومی رنگ رو دارن. این رنگ یک اصطلاح، نه به اینکه واقعا شما کوارک رو ببینید و فکر کنید اونجا رنگ‌آمیزی هست، نه، فقط یک خاصیت جدید کوانتومی است که ما فیزیکدانان برای اینکه مقدار حالت شاید شاعرانه تری بگیره از واژه رنگ استفاده کردن. همونطور که بار الکتریکی، فرض کنید که ذرات بنیادین باید مشخص باشه، مثلا بار الکتریکی پروتون باید مثبت 1 باشه و بار الکتریکی نوترون باید 0 باشه، این خاصیت کوانتومی جدید که بهش میگیم خاصیت کوانتومی رنگ طوری هست که باید این ذرات بار رنگیشون خونسا باشه. بنابراین حالا باید توجه داشته باشید که این کوارک ها هم بار الکتریکی حمل میکنن، هم بار که اصطلاحا بهش میگیم تم، این تم کوانتومی که این ذرات بنیادین دارن رو اصطلاحا با رنگشون ما بیان میکنیم، که این رنگ میتونه بر اساس رنگ های تشکیل دهنده رنگ های اصلی تشکیل دهنده رنگ سفید، سبز و
قرمز و آبی باشه. بنابراین فرض کنید در درون پروتون که ما داشتیم صحبت میکردیم باید دو کوارک بالا و یک کوارک پایین باشه که به این ترتیب ما بتونیم بار الکتریکی مثبت رو بگیریم. یادتون باشه کوارک بالا بار الکتریکی به اضافه دو سوم داشت و کوارک پایین بار الکتریکی منهای یک سوم که مجموع اینها بار الکتریکی مثبت یک رو میداد. اما باید طعم پروتون با آری از هر نوع رنگ و بویی باشه به اصطلاح. بنابراین مجموع این رنگ ها یا خاصیت کوانتومی جدیدی که ما در مورد کوارک ها میشناسیم باید به گونه ای باشه که رنگ سفید رو، بیرنگی رو به ما بده. برای همین هم میبینید که در درون شکلی که اینجا ملاحظه میکنین الان در این دایره خاکستری رنگ دو کوارک بالا مثلا رنگ کوانتومی آبی و قرمز دارن و کوارک پایین رنگ مثلا رنگ سبز رنگ داره که به این ترتیب این مجموع این سه رنگ سبز و قرمز و آبی به شما رنگ سفید یا خونسا رو میده. گفتیم که نوع دیگری که کوارک ها میتونن با همدیگه ترکیب بشن این است که دو کوارک کنار همدیگه قرار بگیرن. زمانی که دو کوارک در کنار همدیگه قرار میگیرن که یکیشون کوارک باشه و یکیشون ضد کوارک باشه، یک کوارک و انتای کوارک، اینها ذراتی رو تشکیل میدن که ما اصطلاحاً به اونها میگیم مزون. مزون ها باید همرنگ باشن کوارک ها، یعنی خاصیت کوانتومی جدیدی که مربوط به طعمشون میشه باید یکسان باشه. و باریون ها که از سه ذره کوارک و ضد باریون ها که از سه ذره ضد کوارک تشکیل میشن، مزون ها از ذرات کوارک و ضد کوارک تشکیل میشن و باید رنگ قرمز و ضد قرمز کنار هم دیگه قرار بگیرن به این ترتیب. با این روش ما میتونیم ذرات بنیادی دیگه رو بسازیم، مثلا مزون جی سای رو میبینید که در بالا سمت چپ، این اولین بار در شتاب دهنده در دانشگاه MIT که کسانی که در MIT برن میتونن برن اون شتاب دهنده رو ببینن، در زیر زمین قرار داره، جایی است که ذره مزون جی سای پیدا شده که از دو کوارک و ضد کوارک شگفت و ضد شگفت در واقع درست شده. و در واقع به این ترتیب ما میتونیم باغ وحشی در واقع از ذرات مختلف در طبیعت با وجود این ترکیباتی که به شما گفتم، یعنی ذره، ضد ذره و رنگ ذرات با هم دیگه بسازیم. بسیار خوب، نیروی بریم خب گفتیم که اون چیزی که ذرات بنیادین رو در درون هسته اتم نگه می‌داره، مثلا کوارک ها رو در درون پروتون نگه می‌داره که 99% جرم پروتون رو، اون انرژی این ذراتی که حامل نیروی قوی هسته‌ای هستن تشکیل میدن رو اسمشون رو گذاشتیم گلوآن یا نیروی چسب. گلوآن ها بر اساس رنگ کوانتومی این ذرات عمل میکنن. بازم تکرار میکنن این رنگ فقط یک خاصیت، نه اینکه واقعا اگه یک کوارک رو شما بتونید زیر میکروسکوپ ببینید سبز و قرمز و آبی است، فقط یک توصیف شاعرانه است از این خاصیت جدید کوانتومی، درست مثل بار الکتریکی. منتها شاید حسش در زندگی روزمره ما امکان پذیر نباشه و به این نتیجه رسیدیم که در واقع این گلوآن ها نه تنها برعکس فوتون ها که با خودشون هیچ برهمکنشی انجام نمیدن، یعنی دو تا نور لیزری میتونن از همدیگه عبور کنن، نور با ماده برهمکنش انجام میده اما نور با نور هیچ برهمکنشی انجام نمیده. گلوآن ها برعکسن، گلوآن ها هم با خودشون برهمکنش انجام میدن، فعل و انفعالات انجام میدن، هم با ماده معمولی. برای همین هم بود که دوستداران فیلم های علمی تخیلی یادآور شدم که در فیلم های جنگ ستارگان، اونجایی که قهرمانان فیلم با شمشیرهای لیزری با هم دیگه مبارزه میکنن، اساسا یک غلط فاحش علمی است، برای اینکه لیزرها با هم دیگه نمیتونن
تصادف و تصادمی داشته باشن، چون برهم کنشی نمی کنن. اگر روزگاری خواستید یک فیلم علمی تخیلی خوب بسازید، حتما یک فیزیکدان رو به عنوان مشاور انتخاب بکنید که به شما راهنمایی درست بکنه. بنابراین شاید آقای جورج لوکاس اگر با یک فیزیکدان خوبی مشورت کرده بود، میدونست که این شمشیرها باید نه از جنس فوتون یا نور، بلکه از جنس چسب هسته‌ای یا گلوئون می بودن که اونجوری میتونستن با هم دیگه در واقع به جنگ بدن و شمشیربازی جالبتری میتونه صورت بگیره. خیلی خب، پس ما راجع به نیروی قوی هسته‌ای، نیروی الکترومغناطیسی صحبت کردیم که میتونه دافعه یا جاذبه باشه، بسته به اینکه بار الکتریکی اگر یکسان هم نام باشه، یعنی یا مثبت یا منفی باشه، همدیگر رو دفع میکنن میرانن، و اگر که هم نام باشن، یعنی یا مثبت یا منفی باشن، همدیگر رو جذب میکنن یا میربایند. حالا میرسیم به ضعیف هسته‌ای، که این نیروی ضعیف هسته‌ای اهمیت بسیار زیادی داره در واکنش‌های هسته‌ای، انفجارهای هسته‌ای که در هر ثانیه فرض کنید داره در ستاره‌های اطراف ما از جمله خورشید ما انجام میشه. یکی از مهمترین کارهای نیروی ضعیف هسته‌ای اصطلاحاً بهش میگن واپاشی بتاست. واپاشی بتا در واقع تغییر یک نوترون، یک ذره در درون هسته با بار الکتریکی خونسا، و تبدیل اون به ذره دیگری در درون هسته به نام پروتون با بار الکتریکی مثبت. اینو بهش میگن واپاشی بتا. همونطور که دیدید در این انیمیشنی که من براتون ساخته بودم، در واقع یک بار دیگه این رو از اول ببینیم. در این انیمیشن نوترون به رنگ سیاه، الکترون به رنگ آبی، و ضد نوترینو با رنگ دایره‌ای است که توش سفیده. ما هنوز دلیل واضحی رو نداریم. بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی یک نوترون میتونه که احتمالش رو به دست آورد که وقتی یک نوترون آزاد هست تحت، یعنی وقتی که زیر نفوذ اون نیروهای قوی هسته‌ای نیست، یک نوترون آزاد میتونه چیزی در حدود 15 یا 16 دقیقه بیشتر عمر نکنه، و بعد از اون این اتفاق میفته، یک نوترون تبدیل به یک پروتون به رنگ قرمز و یک الکترون و یک ضد نوترینو میشه. بنابراین این عمل بسیار 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 مهمی است. یعنی اگر این واکنش ها در ستاره ها انجام نمیشد، امروزه بسیاری از عناصر که باید حیات رو بر روی زمین تشکیل میداد به وجود نمی آمد، و همینطور عناصر سنگین تری مثل فرض کنید از حتی گاز هلیوم گرفته تا طلا و جواهرات که انسان ها دوست دارن از زرق و برقش استفاده کنن، و یا چه جنگی که این روزها بر سر غنی کردن اورانیوم هست، هیچ کدوم از این عناصر به وجود نمی آمد اگر چنین واکنش هایی در درون اتم ها انجام نمی شد به علت نیروی ضعیف هسته ای. بنابراین اتفاقی که می افته، یک نوترون آزاد که گفتیم یک نوترون آزاد از یک کوارک بالا و دو کوارک پایین تشکیل شده، بعد از 15 دقیقه تبدیل به پروتون میشه. یعنی خیلی جالبه که طی این واپاشی یکی از کوارک های پایین تبدیل میشه به کوارک بالا. یعنی شما به طور اخص اینجا این کوارک پایین بعد از 15-16 دقیقه تبدیل به یک کوارک بالا میشه. همین این کافی هست که ماهیت ذره شما رو به طور کامل عوض کنه. یعنی یک ذره که از نظر بار الکتریکی خنثاست و جرمش هم کمی بیشتر از جرم پروتون هست، تبدیل به یک پروتون با بار الکتریکی مثبت بشه، به اضافه یک الکترون با بار الکتریکی منفی، و اون مقدار زیادی جرم نوترون، چون پروتون کمی جرمش کمتر از جرم نوترون هست، شما میبینید دو طرف معادله شما به علت بقای جرم و انرژی و همینطور بقای بار الکتریکی
در طرف سمت چپ این معادله که یک نوترون دارید که خونسا هست، یعنی مجموع بار الکتریکی صفر هست، در طرف راست هم مجموع بار الکتریکی باید صفر باشه. یک پروتون دارید با بار الکتریکی مثبت 1، یک الکترون دارید با بار الکتریکی منفی 1 و یک نوترون دارید با بار الکتریکی صفر. در نتیجه در سمت راست این معادله واکنش اتمی شما میبینید که در مجموع بار الکتریکی صفر رو دارید. از نظر جرم هم جرم نوترون برابر هست با جرم پروتون به اضافه جرم الکترون. و یک جرمی که ما در واقع پاولی، ولفگانگ پاولی که یکی از پدران فیزیک کوانتومی بود، به همین دلیل حد زد که باید ذره دیگه‌ای وجود داشته باشه. او اسمش رو گذاشت نوترینو، چون میدونست که حتما باید بار الکتریکیش خونسا باشه ولی نمیتونه جرمی برابر جرم نوترون داشته باشه. برای همین نوترینو که در ایتالیایی به معنای نوترون کوچک هست رو نامگذاری کرد. عذر میخوام. به این ترتیب نوترینوی الکترون، یک ضد نوترینوی الکترون در این واکنش رها میشه. و همینطور که من بهتون گفتم، ما در هر ثانیه میلیاردها تریلیاردها در واقع نوترینو داره از بدن ما عبور میکنه که سهم خیلی بسزاییش رو نوترینوهایی داره که در واکنش های زنجیره‌ای است که در خورشید انجام میشه. بنابراین 15 دقیقه زمانی که شما الان برای طول عمر نوترون دیدید بسیار در فیزیک ذرات بنیادین طولانی است، به خاطر اینکه در فیزیک ذرات بنیادین در واقع طول عمر ذرات کسر بسیار بسیار کوچکی از ثانیه هستند. این یکی از عجایب طبیعته که نوترینو یک طول عمر طولانی 15 دقیقه ای داره. و از اون جالبتر این هست که پروتون، دیگر ذره درون هسته، طول عمری بیش از طول عمر کل عالم داره. به این ترتیب اگر چنین نیروی ضعیف هسته‌ای نبود که میتونست نوترون‌ها رو تبدیل به پروتون‌ها بکنه، در کسری از دقیقه در واقع میشه گفت که خورشید ما خاموش شده بود و امکان نورافشانی و دادن انرژی رو نداشت. پس نیروی ضعیف هسته‌ای نیروی بسیار بسیار مهمی است، هرچند که شاید ما به طور عادی در طبیعت نتونیم اون رو لمسش بکنیم. پس یک بار دیگه چهار نیروی بنیادین رو در کنار هم دیگه ببینیم. چهار نیروی بنیادین، نیروی الکترومغناطیسی بود، تلویزیونی که شما استفاده می‌کنید، کامپیوترهای شخصی، لپتاپ‌ها، تلفن‌های هوشمند و همراهتون، همه اینها به خاطر وجود نیروی الکترومغناطیسی است. نیروی ضعیف هسته‌ای گفتیم عامل واپاشی بتا است که در واقع باعث همجوشی هسته‌ای است، برای اینکه پروتون‌ها میتونن با هم دیگه جوش خوردگی پیدا کنن، عناصر سنگین‌تر رو تشکیل بدن به علت تبدیل یک نوترون به پروتون ها. نیروی قوی هسته، نیروی چسب هسته ای است که گفتیم که میتونه این کوارک ها رو که در درون هسته قرار دارن، چه در پروتون ها و یا چه در نوترون ها، و اینها قرار هست که به علت بار الکتریکی هم نام که دارن با شدت زیادی همدیگر رو دفع بکنن، این بر اون دافعه الکترومغناطیسی غلبه میکنه. و نهایتا نیروی ثقل یا گرانش، گرویتی، که در واقع این عالم رو به یک نوعی داره برش حکم فرمایی میکنه. علت اینه که زمین به دور خورشید میگشت، چرخه خورشید به دور مرکز کهکشان و کهکشان ما به دور کهکشانی که در خوشه سنبله قرار گرفته، همه اینها به دلیل وجود نیروی گرانش هست. بنابراین گرانش ضعیف‌ترین نیروی طبیعت، اما شاید بشه به یه معنا گفت مهمترین نیرویی است که در طبیعت وجود داره. همونطور که گفتم نیروی الکترومغناطیسی بین دو بار الکتریکی همنام، در این مورد دو الکترون، وقتی که به نزدیک همدیگه میان بینشون فوتون رد و بدل میشه
یعنی نیروی دافعه الکترومغناطیسی، و اینها میفهمن که باید از همدیگه دور بشن. و ریچارد فاینمن در واقع فیزیکدان بسیار معروف آمریکایی با نمودارهای خودش به ما نشون داد که عملاً چه اتفاقی میفته. شما اگر بخواید که اون اتفاقی که به شکل کارتون من برای شما نشون دادم که دو الکترون به هم نزدیک میشن و بعد بینشون یک فوتون مبادله میشه که میفهمن نیروی دافعه هست و باید از هم دیگه دور بشن، شما میتونید اینجا ببینید در واقع از پایین دو الکترون دارن به هم دیگه نزدیک میشن و در به یک فاصله مشخصی رسیدن که این نیرو دیگه محسوس خواهد بود، یک فوتونی در اون بین رد و بدل میشه و اینها دو مرتبه از هم دیگه دور میشن. نیروی از خب اگر فوتون عامل نیروی الکترومغناطیسی هست، سه ذره W مثبت و منفی و ذره خونسای Z عامل نیروی ضعیف هسته‌ای هستن. یا چون باشه که اتفاقی که در واپاشی بتا میافتاد اصطلاحاً این هست که یک نوترون تبدیل به یک پروتون میشه. نوترون تشکیل شده بود از دو کوارک پایین و یک کوارک بالا. اتفاقی که میافتاد این بود که یکی از این کوارک های پایین تبدیل میشد به کوارک بالا. این فرایندی است که طی اون از طریق ذره، فرض کنین W با بار الکتریکی منفی، W منفی، شما این تبدیل رو انجام میدید. در این تبدیل شما یک ضد نوترینوی الکترون و یک الکترون هم تولید میکنید که به این ترتیب این میشه نیروی ضعیف هسته‌ای. نیروی بعدی نیروی قوی هسته‌ای بود که بین کوارک ها عمل میکنه، درست همون نیرویی که بین الکترون ها عمل میکرد که نیروی الکترومغناطیسی بود. حالا شما اینجا با حرف G و حالت فنرمانندی که بینشون هست، در واقع این تبادل ذره گلوئون هست که کوارک ها وقتی که به هم دیگه نزدیک میشن، کوارک از هم دو تا کوارک هم نام از هم دیگه فاصله میگیرن. بنابراین کوارک ها با همدیگه در واقع برهمکنش میکنن. ولی اختلافش با نیروی الکترومغناطیسی یعنی فوتون ها این هست که در این نمودار سمت راستی میبینید که خود گلوئون ها هم با همدیگه برهمکنش انجام میدن. یعنی وقتی که دوتا گلوئون به همدیگه نزدیک میشن، بینشون تبادل گلوئون انجام میشه و دو مرتبه میتونن از همدیگه فاصله بگیرن. بنابراین این تفاوت عمده فوتون و گلوئون هست. یک مسئله بسیار مهمی که در مورد کوارک ها وجود داره که بالاخره کسانی که این مدل رو پیش بینی کرده بودن و تونسته بودن که یک توضیح نظری در موردش بدن، دیوید گروس و در اون زمان دانشجوی دکتراش فرانک ویلچک که الان در استاد دانشگاه MIT هست، اونها مدلی رو دادن که اصطلاحاً به اون میگن مدل درداشت کوارک کانفاینمنت، یعنی اینکه کوارک ها ظاهراً در یک حصار هستن. درست مثالی که بخوام براتون بزنم شبیه یک کش هست. اگه شما درون یک کش رو دو تیله بندازید، شما میبینید که اگه که دو تا تیله ها به هم دیگه نزدیک بشن کمتر از طول کش باشه، در واقع هیچ نیروی خاصی به این دو تا تیله از طرف کش وارد نمیشه. اما به محض اینکه این تیله ها رو بخواید در فاصله ببرید که از طول طبیعی کش بیشتر هست، میبینید که حالا یک نیروی از طرف کش به تیله ها وارد میشه که میخواد اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. این نیروی بسیار عجیبی هست که به این ترتیب عمل میکنه. یعنی در واقع برعکس نیروی الکترومغناطیسی که وقتی دو ذره هر چقدر به همدیگه نزدیکتر میشدن، این ذرات با شدت بیشتری از همدیگه دور میشدن، در اینجا وقتی که کوارک ها به همدیگه نزدیک میشن، نیروی قوی هسته‌ای کمتر اثر میکنه روشون. ولی وقتی که از همدیگه دورتر و دورتر میشن، این نیرو بزرگتر و بزرگتر میشه و اصطلاحاً برای کوارک ها یک حصاری رو درست میکنه و به این ترتیب ما نمیتونیم کوارک آزاد داشته باشیم. تا به حال هیچ کوارک آزادی در طبیعت یافت نشده، چون اگر یافت بشه اون وقت مدل استاندارد فیزیک ذرات رو به هم خواهد ریخت. این نتیجه مستقیم نیروی قوی هسته است.
بنابراین در این مدل حصار کوارک یا درداشت کوارک یا در انگلیسی ما بهش میگیم کوارک کانفاینمنت، ما نمیتونیم هیچ کوارک آزادی رو داشته باشیم. هم کوارک ها و هم ضد کوارک ها یا پاد کوارک ها در حصارن، محصورن، در یک درداشتی قرار گرفتن که نیروی قوی هسته‌ای دیکته بهشون کرده که نمیتونن و هم میتونن نزدیک بشن اما نمیتونن از همدیگه دور بشن. بنابراین امکان این نیست که ما این کش رو اونقدر بکشیم تا این کش پاره بشه و دوتا تیله حالا دیگه بتونن مستقل از همدیگه رفتار بکنن. همواره در این حصار که طبیعت برشون گذاشته خواهند بود. بنابراین یک ذره فرض کنین زی خونسا میتونه تبدیل به دو کوارک بشه که این دو کوارک از طریق همونطور که در تصویر سمت چپ می‌بینید از طریق گلوئون‌ها دارن با هم دیگه برهمکنش انجام میدن و این گلوئون‌ها درست مثل چسب یا اون کشی که شاید بهتر باشه براش استفاده کنم، اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده و نمیگذاره که اینها فاصله زیادی از خودشون بگیرن. اگر بخواد یک فاصله بسیار زیاد بشه، اون کش اصطلاحاً وقتی که پاره بشه، اون موقع اتفاقی که میفته این است که در زمانی که اون کش پاره بشه، پاره شدن اون کش که این کوارک‌ها رو کنار هم دیگه نگه داشته، تبدیل شدن یک کوارک به یک تبدیل شدن اون کش در واقع میشه گفتش به یک کش به دو کش کوچکتر و همینطور تولید دو ضد کوارک خواهد بود. بنابراین حالا شما یک کوارک و یک ضد کوارک دارید که اصطلاحاً بهتون گفتم که کوارک و ضد کوارک مزون رو درست میکنه. بنابراین الان شما دیدید از یک ذره حامل نیروی ضعیف هسته‌ای که ذره زی با بار الکتریکی خونسا بود، زی صفر، تبدیل اون به یک کوارک به دو کوارک شد و بعد دو تا کوارک دو مرتبه به علت اینکه فاصله شون میخواست از همدیگه بیشتر بشه تبدیل به کوارک و ضد کوارک شدن و به این ترتیب اینها الان سیستم جدیدی رو تشکیل میدن که ما به اونا میگیم مزون. خب حالا چرا هسته اتم که متشکل از پروتون ها و نوترون هاست کنار همدیگه قرار میگیرن؟ باز هم اونجا گفتیم که تنها نیروی بنیادین طبیعت، نیروی به خاطر اینکه اینا جرم دارن، میتونه نیروی گرانش باشه و یا نیروی الکترومغناطیسی باشه که متشکل از نیروی الکتریسته و مغناطیس هست، ولی هیچ کدوم از اینها، چه نیروی گرانش که از نوع جاذبه است، اونقدر ضعیفه چون نیروی جاذبه میلیاردها برابر، خیلی عدد بسیار بسیار کوچکیه، در واقع عدد یک روی کسری که عدد 1.39 صفر جلوش هست کوچکتر هست از نیروی الکترومغناطیسی، نمیتونه نیروی جاذبه ثقلی یا گرانشی این ذرات رو کنار هم دیگه در مقابل دافعه الکترومغناطیسی نگه داره. بنابراین اون چیزی که باعث پیوند این نیروها، این ذرات کوارک میشه، همین نیروی قوی هسته‌ای است که داریم راجبش صحبت میکنیم، چون نیروی گرانش بسیار 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 ضعیفه. پس این به چه شکل عمل میکنه؟ نیروی قوی هسته‌ای دو مرتبه از طریق همون گلون ها عمل میکنه که برای ما اصطلاحاً ذرات هادرون، یعنی ذرات مرکب هادرون و یا باریون ها رو میسازه. یادتون باشه که من هدفم این است که نهایتاً برسیم به اینکه چرا ذرات هیگز میتونن ناپایدار بشن. من فکر میکنم شاید جلسه بعد برسم تازه راجع به ذرات هیگز صحبت بکنم. اما به هر حال نیرویی که تمام این پروتون ها رو و نوترون ها رو در کنار هم دیگه قرار داده، نیروی باید بسیار قوی باشه که ما به اون میگیم نیروی قوی هسته‌ای. و همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، ذراتی که به این شکل تشکیل شدن، یعنی از سه کوارک تشکیل شدن، پروتون ها و نوترون ها رو اصطلاحاً ما بهشون میگیم هادرون ها و یعنی این ذرات مرکب، ذراتی که
به طور قوی در کنار هم دیگه قرار گرفتن. باریون ها یادتون باشه که حتما باید از 3 کوارک و نمیتونن توشون ضد کوارک باشه درست شده باشن، همونطور که ضد باریون ها باید حتما از 3 ضد کوارک درست شده باشن و نمیتونه کوارک در درونشون قرار بگیره و نهایتا همه اینها برای ما هسته اتم رو میسازه. همه اینها میشه یک باریون متشکل از پروتون ها و نوترون ها. برای من ما این راه طولانی رو رفتیم تا برسیم تازه به اون چیزی که ما بهش میگیم هسته اتم. این همه اتفاقات داره در هسته اتم میفته. خیلی خب، پس سوال این است که آیا باریون های دیگری به غیر از نوترون و پروتون وجود دارن؟ خب بله، در واقع ذرات دیگه ای هم میشه ساخت از ترکیب 3 کوارک که به ما باریون های دیگری رو بده که پروتون و نوترون نباشن. مثلا میتونین شما یک کوارک بالا، یک کوارک پایین و یک کوارک شگفت رو در کنار هم دیگه قرار بدین. اصطلاحا این ذره بنیادین که بار الکتریکی خونسا هم داره بار بهش میگیم ذره لندا. لمدا ذره ایست با بار الکتریکی صفر، چون میبینید که مجموع بار الکتریکی به اضافه 2/3 برای کوارک بالا و منهای 1/3 کوارک پایین و منهای 1/3 کوارک شگفت استرنج صفر هست و البته میبینید که همچنان از نظر خاصیت کوانتومی رنگ بار الکتریکی بار رنگ سفید دارن یا خونساز. ترکیب دیگه اینها میتونه دو تا کوارک بالا و یک کوارک از 3 کوارک بالا تشکیل شده باشه که در این صورت 3 کوارک بالا ذره ای رو میسازه که به اون میگیم ذره دلتا. یک باریون دیگه است دلتا، است که دلتای با دو بار مثبت هست، چون میدونید که 3 تا کوارک بالا یعنی 3 ضرب در به اضافه 2/3 که به شما عدد مثبت 2 رو میده. خیلی خب، پس تا اینجا در مورد ذره لمدای صفر و ذره دلتای با بار مثبت 2 صحبت کردیم. پروتون از بار الکتریکی مثبت 1 هست، 2 کوارک بالا و 1 کوارک پایین. و بعدن وقتی که نوترون رو صحبت کردیم گفتیم از 2 کوارک پایین و 1 کوارک بالا درست شده و بار الکتریکی خونسا داره. همونطور که میبینید جرم یا انرژی نوترون ها کمی بیشتر از انرژی پروتون ها هست. اگر 940 مگا الکترون ولت، میلیون الکترون ولت انرژی بر واحد سرعت نور به توان 2 نوترون ها باشه، جرم یک پروتون 930 میلیون الکترون ولت بر واحد سرعت نور به توان 2 هست. دقیقاً تفاوت جرمی که بین نوترون و پروتون وجود داره به دلیل وجود این هست که جرم کوارک پایین بیشتر از جرم کوارک بالا هست و شما میبینید که نوترون از 2 کوارک پایین تشکیل شده برعکس پروتون که فقط از 1 کوارک بالا درست شده. پس شاید قوانین بسیار زیبایی در فیزیک ذرات بنیادین وجود داره و وقتی که این قوانین رو یاد بگیرید بعدن میتونید از زیباییش هم لذت ببریم. خب بنابراین گفتیم که اگر که از ذره لمدا رو صحبت کنیم ما با از یک ذره کوارک بالا پایین و شگفت درست شده و بار الکتریکی خونسا داره، جرمش 116 میلیون الکترون ولت بر سرعت نور به توان 2 هست و همینطور ذرات دیگه مثل سیگما پلاس که باز ترکیبات دیگری از کوارک ها هست. بنابراین همینطور که میبینید ما میتونیم این جدول رو ادامه بدیم. در مورد مزون ها گفتیم که کوارک ها و ضد کوارک ها این کار رو برای ما انجام میدن. خب
متاسفانه من باز هم نرسیدم راجع به ذرات هیگز که حالا به غلط در بین مردم عادی و رسانه‌ها به ذره خدا شناخته شده صحبت بکنم، اما الان ما در مرحله قرار داریم که میتونیم حالا در مورد ذره هیگز یا میدان هیگز صحبت کنیم و اون رو میذارم برای هفته آینده. تا هفته آینده بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فراموش نکنید که به فیسبوک ما، به صفحه فیسبوک ما بپیوندید که همونطور که میبینید نشانیش هم در پایین هست و میتونید از آرشیو برنامه ها و دیگر مطالب علمی که در روی این صفحه گذاشته میشه استفاده کنید. تا هفته آینده.